همراه هستیم با امیر عباس کلهر، روزنامه‌نگار از بلفاصل. خوش آمدید آقای کلهر. پدر مهسا امینی توی یه مصاحبه دوباره بر ضرب و جرح مهسا تاکید کرده، گفته پزشکی قانونی به او گفته که هرچه به صلاح مملکت باشه تو گزارشش می‌نویسه. ارزیابی شما چه هست؟ این صلاح مملکت یعنی صلاح جمهوری اسلامی دیگه. 40 چند ساله که جمهوری اسلامی به اسم مملکت، به اسم مقاومت، به اسم مردم و به اسم اسلام در حال زجر و عذاب و ظلم علیه مردم ایرانه و اینو مردم امروز به خوبی متوجه شدن. یعنی حرفای پدر مرحوم مهسا امینی رو قبول دارن، حتی اگه فیلم های روی لباس مامورین یا فیلم های توی اداره وزرا منتشر نشه، مردم میدونن که حق با چه کسیه و میدونن که وقتی گفته میشه صلاح مملکت یعنی صلاح جمهوری اسلامی و حفظ نظام. حالا این گفته چه میخواد از سمت یک کسی مثل نیما نکیسا باشه یا یک کسی مثل رئیس پزشکی قانونی، چون مردم میدونن مهم رانت و پول و حفظ میز و صندلیه واسه این افراد که در گروه بقای جمهوری اسلامیه. مردم اردبیل، سنندج و کامیاران امشب هم به خیابان ها آمدن، شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. نظر شما رو هم بشنویم در ارتباط با اعتراضاتی که امشب اتفاق افتاد. بله، این همدلی و اتحاد سوخت ماشین سرنگونی جمهوری اسلامیه، به نوعی میشه اینطوری تعبیرش کرد که امروز به خوبی در فضای ایران به هستش و به طور گسترده پخش شده این شجاعت. چند روز پیش دوستی به من میگفت مردم ایران خون زیاد دیدن و دیگه نمیترسن از خون و میخوان پایان بدن به این ظلم 40 چند ساله. حالا این وسط هم چی درسته، خیلی ها تو روزنامه هاشون چه خارج کشور چه داخل کشور و خیلی از فعالان اجتماعی، خیلی از وابستگان و همراهان جمهوری اسلامی می نویسن که این جنبش جنبش بی رهبری هستش و به بیراهه میره، مردم از سوریه شدن می ترسونن یا میگن دانش آموزا رو نباید وارد این مناسبات سیاسی کردش و حتی این خیزش طبقه متوسط نیستشون، هیچ مطالبه ای نداره و اونایی که انقلاب میخوان خیال پرداز هستن و این جنبش اگه خشونت هم توش میبینیم از آن قشر پایین جامعه هستش، قشر پایین جامعه هستش. اما میبینیم که مردم غیر متصل ایران به این صحبت هیچ اهمیتی نمیدن. امروز شعار زن، زندگی، آزادی از خانی آباد تهران، از نازی آباد تهران و محله های پایین تر تا شمال شهر تهران شنیده میشه، از شمال کشور تا جنوب کشور شنیده میشه و مردم دیگه به این توجیه هیچ اهمیتی نمیدن و قطعا توی سنندج این اعتراضات چه توسط دانش آموزان چه توسط گروه های مردم ادامه خواهد داشت، چون جایی بوده که اولین بار روی سنگ قبر مزار مرحومه مهسا امینی نوشته شد که ژینا جان تو نمیمیری و نامت یک نماد میشود. اونجا بودش که اولین بار گفته شد ژینا راه آزادی را برای ایران باز کردش و بعید میدونم که توی سنندج بخواد اعتراضات به این راحتی ها با وجود چه دستگیری های زیادی که اونجا هست اتفاق داره میفته بخواد خاموش بشه. و نام در واقع اطلاعیه 13 جوانان محلات تهران هم مهسا اسم رمز ماست گذاشته شده. میدونیم که برای اعتراضات خیابانی روزهای شنبه و چهارشنبه هفته آینده باز هم فراخوان دادند. پاسخ مردم به این فراخوان ها رو چطور میبینید در شهرهای مختلف؟ پاسخ مردم، من شبا تو با این فیلم هایی که منتشر میشه از ساختمون ها و شعارهایی که تو خیابون سر میدن، با اینکه بدون حجاب میرن بیرون و تو خیابون قدم میزنن خرید میکنن، میبینم که دانش آموزا همراه هستن، نه فقط دخترها، دانش آموزان پسرم امروز همراه شدن، دانشجویان همراه شدن و این اعتصابات یه ضربه محکمی به این دومینوی ریزش دومینو هاست تا به سقوط جمهوری اسلامی منجر بشه و مردم امروز ترجیح میدن که تو دایره حقیقت زندگی کنن. سالهاست در حال تلاش هستن تو دایره حقیقت زندگی کنن و امروز دیگه تن به هیچ توجیهی، تن به هیچ نوع مطالبه ای از زمینه گفتگو، صلح، آشتی یا تغییر چند تا قانون ساده نمیدن. شعار مردم مشخصه، ما میخوایم جمهوری اسلامی نباشه. از بچه دهه 90 و 80 تا اون بازنشستش این شعار رو دارن سر میدن و من بعید میدونم به این راحتی ها بخواد جمهوری اسلامی آتیش خشم مردم رو بخوابونه. متشکرم امیر عباس کلهر، روزنامه‌نگار از بلفاصل. ممنونم از شما.